نزدیک به 2 سال هست داریم روی پنبه مله و رنگریزی گیاهی داریم کار میکنیم. پنبه مله پنبه خاص است، محصول خود شهرستانه، پنبه طبیعی کاملا ارگانیک، رنگ طبیعی خود مله همین قهوه‌ای رنگ، تمام مراحلش با دست داره انجام میشه، نخریسی، بافت و تولیدش با دست هست و یک محصول کاملا ارگانیک، ضد حساسیت هست، خواص خاصیتی که پنبه داره، جذب بالایی داره و تا الان به عنوان سجاده و جانماز و چادر استفاده می شده در قدیم. الان برای بیشتر داریم کار میکنیم برای لباسای احرام، لباسای بیرون. بالاترین عرضمون عرض 75 و خیلی از مشتریامون عرض بالای 1 متر 1.5 متر را از ما درخواست دارن، به دلیل اینکه دستگاهی که ما بخوایم برای تهیه این عرض داشته باشیم دستگاه قیمت خیلی بالایی داره و مجموعی هم که ما داریم مجموعه کار میکنیم عرض زنان سرپرست خانوار و افراد نیازمند در مجموعه دارن کار میکنن و ما این توان مالی رو نداریم که بتونیم این دستگاه رو تهیه کنیم که هم نیاز مشتری رو برطرف کنیم و هم نیاز افرادی که در مجموعه هستن برطرف بشه و ممنون میشم اگه نهادهایی بتونن در این زمینه به ما کمک های انجام بدن که ما بتونیم این دستگاه رو تهیه کنیم. در حال کار پارچه بافی مله بافی هستیم و ما این شغل توی شهرستان خوست داریم رواج میدیم. بعد از مشکلاتی که در این زمینه هست اینه که کاری که در مورد مله داره انجام میشه یکم مراحل سختری داره، انتظار میره بیشتر بهش توجه بشن با توجه به اینکه ثبت ملی شده، چون با وجود ظرفیتی که در این شهرستان وجود داره بهتر از این میشه این پنبه مله رو معرفی کرد به جاهای دیگه، چون یه چیز خاص و منحصر به فردی هست. پنبه مله در زمان قدیم چون مقدس میدونستن بیشتر جانماز، پرده برای مساجد و سفره نون استفاده می شده، ولی امروز ما اومدیم تغییر کاربری دادیم در این کار، بر اساس سفارش مشتریمون این کار رو انجام میدیم. با توجه به اینکه مراحل تبدیلی این پنبه زیاد هست و هزینه بر هست، بعضی مواقع شاید نتونن اونقدری که لازم دارن و خواسته باشن تهیه کنن، در حد یه چیزی که فقط بتونن اونا هم بیشتر این پنبه مله رو معرفی کنن شاید خرید میکنن و خیلی جا داره که بیشتر مسئولین و ارگان‌های دولتی هم حتی در این زمینه وارد بشن و پنبه ملی که توی شهرستان هست و یک چیز خیلی خاص هست رو بیشتر به جاهای دیگه معرفی کنن.